ساخته به همین منوار پیش برود، مستبدین و مستبدهایی خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد. این محیط سرم، این محیط آزادی را اگر قدردانی نکردی، محیط عقده‌گشایی، محیط عناد، به هم ریختگی، موضع گیری قرار دادیم، همونطوری که قرآن در این آیات اشاره می کند، نتیجهش پیدا شدن مستبدی نیست. همونطوری که در تاریخ گذشته من بوده است و در تمام ادوار تاریخی، دیگر رحم به صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواهی و در این حال باهوش و زرنگی سر بیرون می آورد. از شاه مردم رو می فریبد، از طریق وعده آب و نان و من الناس من یعجب رو کرد. دقت کنید، بعضی از مردم هست که وقتی با شما مواجه می شود، سخنرانی می کنند، شعار می دهند، گفته اونها شما به شما توده های مردم را فریفته خود می کنند. یعجب و کرد قوله فی حیات دنیا، وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش در چنین محیطی. این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند، دین را به استخدام می گیرد، شرف و انسانیت را به انسان به استخدام خود می گیرد، دروغ می گوید، فریب می دهد، خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملتم، و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو شاهد میگیرد بر این که من میخوام این مملکت نجات بدم، یه رضاخان، یه آریامه و امثال اینها. و هو علی درخصاب، ولی روحیش لجوجترین، کینه‌ورزترین مردم است نسبت به قبل. تا وقتی سوار کار نشده وعده میدهد، همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی کند.